اگه دنبال کار تخصصی تو رشته های فنی میگردین، اگه مهندس، مدیر پروژه، معمار یا تکنسین هستین، دوره های آموزشی فناوران با هدف دریافت لایسنس های دولتی و سرتیفیکیت های کانادایی برای شما طراحی شدن تا بتونید به سرعت با تخصص و تجربیات خودتون توی کانادا مشغول به کار بشید. سلام و ارادت، عرض ادب و احترام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمد امانی هستم، در رأس دوره CAPM با یه دوره دیگه از CAPM و در حقیقت پراجکت کوردیناتوری در خدمتتون هستم. ایشالله که دوره خوبی باشه واسهتون و ایشالله بتونم اون نالجی که هرچند کم دارم و بتونم در اختیارتون بذارم، بتونم انتقالش بدم به شما، بتونید توی محیط کاریتون و توی در حقیقت محیط های پروژه محور بتونید موفق باشید. بسیار خب، من با اجازتون پاورپوینت هم رو شیر میکنم. این دوره برای انتقال نالج و سواد پروژه کوردیناتوری طراحی شده که ایشالله اون سوادش رو که به دست بیارید میتوانید تو امتحان CAPM که مال شرکت PMI هستش شرکت بکنید و ایشالله بتونید از پس امتحانش بدید. امتحانش به تازگی عوض شده و یه ذره سختتر شده. قدیم یه ذره آسان‌تر بود، یه ذره سختتر شده. یه سری دقیقا مواردی تو شما ده که اونا همه رو براتون توضیح میدن. بسیار خب، من که بچلر مکانیکال انجینیرینگ دارم از دانشگاه آزاد تهران مرکز، فوق لیسانس هم که نصف کاره تو دانشگاه UM تو مالزی ولش کردم. عرضم خدمتتون که به عنوان مهندس من لید مکانیکال انجینیر سرپرست تیم مکانیکال انجینیرینگ شرکت اساسی لاولین بودم توی 1145 هات کلاب تو اتاوا. آخرین پوزیشن مهندسی بود سال 2020 که دیگه از فعالیت مهندسی دیگه منصرف شدم و دیگه الان به عنوان سیریال انترپرنر و دقیقه کارآفرین بیشتر کار میکنم. چند تا شرکت هم دارم که یکیش فناوران شما میشناسید احتمالا، جینیوس کمپ، جینیوس مات، هم فیکس کانسترکشن و شرکت اسکان رزیدنشال هم شرکت های دیگه ای هستن که من دارم و رانشون میکنم. دزیگنیشن هایی هم که دارم هم پروفشنال انجینیر هستم، هم پروجکت منجرم، هم ریسک منجرم و هم اسکرام مستر. امیدوارم که این سواد من بتونه کمک بکنه کافی باشه برای این دوره که بتونم کمک شما هم بکنم. خب، در مورد این دزیگنیشن CAPM یا PMI Certified Associate in Project Management خدمت رو عرض کنم، در حقیقت برای پوزیشنی طراحی شده که بتونه اسیستنت یا دقیقاً همراه مدیر پروژه باشه که حالا اینجا میگن اسوشیت، میتونیم بگیم پروژه کوردینیتور هم دقیقاً جنرال ترمی هستش که ما براش استفاده میکنیم. در مورد معرفیتون که با تو زحمت کشیدم چون کلاس یه ذره زمان من دیشتر جابجا کردیم، همه تو خودتون معرفی کردید. خوشحالم از آشنایی همه تون، باعث افتخارمه که دوستای و عزیزان مثل شما رو با تون آشنا میشم. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه دوستای خوبی هم باشیم در عین حال. خب، در مورد این امتحان CAPM اول خدمت رو عرض بکنم که توی 4 تا حوزه از شما امتحان گرفته میشه. در مورد حوزه پروجکت منیجمنت عرضم خدمتتون که توی حوزه CAPM و در حقیقت سرتیفاید اسوشیت پروجکت منیجمنت 4 تا حوزه از شما امتحان گرفته میشه. حوزه پروجکت منیجمنت فاندامنتالز و کور کانسپت های ابتدایی و اصلی و بیس قضیه، بحث پروژه های پردیکتیو واترفال یا ترادیشنال، پروژه های پیش بینی پذیر مثل پروژه های ساختمانی. در مورد این هم پلان بیس متدولوژی هاش امتحان گرفته میشه. بحث اجایل که پروژه های کامپلکس هستن، پروژه های که با عدم قطعیت بالا و با ریسک بالا برگزار میشه، مثل پروژه های استارتاپی، مثل راه اندازی، مثل پروژه های به حقیقت دیولوب کردن سافتور. اینجور پروژه ها تو محیط اجال میادش، اجال فریمورک و متدولوژی ها 20% امتحانه و بحث بیزنس انالیس فریمورک این هستش که توی قسمت بیزنسی پلتفرم و فریمورک هایی که پروژه کوردیناتور روش کار میکنه و آنالیز هایی که به بیزنس کمک میکنه هم امتحان گرفته میشه که توی امتحانتون روی این 4 تا باید بتونید حداقل به یک تارگتی برسید تا بتونید امتحان رو قبول بشید. این برای این که بخواید امتحان CAPM رو بدید شما احتیاج دارید که 23 ساعت ادویکیشن رو
بگذرونید این دوره‌ای که الان دارید تشریف می‌برید توش، همین 23 ساعت رو کاور میکنه واسهتون و سرتیفیکیشنی که از این دوره میگیرید کمکتون میکنه که بتونید الیجیبل بشید واسه اون امتحان. بحث در مورد این را هم خدمت رو عرض بکنم، فناوران تنها مرکز فارسی زبانی هستش که مورد تایید پی ام آی هستش که هم دوره های پی ام پی، پی ام سی ای پی ام، آر ام پی و اسکیجول پروژیکت منیجمنت و بحث کانسترکشن منیجمنت رو ارائه میده زمان های مختلف. الان تو این دوره که هستید دوره سی ای پی ام مونه. اگر هم که خواستید بدونید که کدام شرکت ها دقیقت authorized training provider هستن میتونید توی atp.pmi.org نگاه بکنید و اگه فارس زبان فارسی رو سلکت بکنید بنابراین رو میتونید راحت پیدا بکنید. خب اینم از این CAPM exam. 150 تا سواله، 3 ساعته. این 3 ساعتش رو چون به زبونهای مختلف برگزار میشه ولی به زبون فارسی نیستش، میتونید با یه ترفند و به یه سری ایمیل بازی این رو زیادش بکنید. بودم 50% بهتون وقت اضافه تر میدم. نزدیک 5 ساعت امتحان میشه که بعد 150 تا سوال رو بتونید بدید. تو این 150 تا دو تا 75 تا سوال است که 75 تا سوال اول رو میبندید و دیگه نمیتونید دیگه ریویوش بکنید. بعد 75 تا سوال بعدی رو امتحان میدید و امتحانش تمام شد. امتحانش درجه سختیش نسبت به پی ام پی یک کمی کمتره و در کل امتحان سختی شده. قدیمتر امتحانش خیلی آسان بود، در امتحانش سختتر شده. در مورد اینکه هزینه امتحان چقدر هستش، اونایی که ممبر پی ام آی هستن $225 آمریکا و اونایی که نام ممبر هستن $300 آمریکا هست. اگر استودنت باشید می توانید یه سری تخفیفاتی از پی ام آی بگیرید برای عضویتتون، ولی کلا بدونید که این داستان چجوری هستش. سه بار هم میتونید وقتی که اپلیکیشن رو پر بدید، سه بار میتونید این امتحان رو بدید. امتحانش آنلاین برگزار میشه و این پرسن، این پرسن میتونید توی اگزام سنتر هایی که دقیقا مکان هایی که پی ام آی معرفی کرده تو اونجا امتحان بدید، تو اکثر شهرهای کانادا که هست و آنلاین هم که هر بوده تو خاص از طریق خونه میتونید امتحانش بدید. این قضیه هم که در مورد خود امتحان هم که امتحان شجوری هستش، در طول کلاس به چرات هم سوال حل میکنید هم دقیقا کانسپت هایی که برای امتحان تو مورد نظر هستش بیشترش اسایز میشه. این هم در مورد این سرتیفیکیت CAPM در مقابل PMP از ارزش پایین تری برخورداره. پی ام پی موست ریکوگنایزد در حقیقت سرتیفیکیشنی هستش که شرکت پی ام آی به عنوان در حقیقت خانه مدیریت پروژه در جهان به عنوان بزرگترین شرکت در حقیقت طراحی مبانی مدیریت پروژه در جهان معرفی میشه که در شرکت آمریکایی هستش. این شرکت دزیگنیشن های مختلف و سرتیفیکیت های مختلفی میده. سی ای پی ام ارزشش و میزان شناخته شدگیش بسیار کمتر از پی ام پی بود، ولی تو این مدت خیلی دارن امفسایز میکنن روی سی ای پی ام و خیلی بیشتر داره شناخته شده میشه. این سی ای پی ام رو من به کسانی که سابقه مدیریت پروژه طولانی ندارم و یا اینکه از نظر سطح زبان انگلیسی خیلی خودشون رو مسلط نمیدونن بهشون توصیه میکنم، وگرنه کسی که سابقه مدیریت پروژه زیاد داره و در حقیقت چم و خم مدیریت پروژه رو میدونه و سطح زبان انگلیسیش بالا هستش، حتما بهش توصیه میکنم که مستقیم خود پی ام پی رو امتحان بده تا بخواد بیاد سی ای پی ام. anyway. ما توی در حقیقت این مسیری که میخوایم بریم باید بدونیم که اصلا پروژه کوردینیتور چه حواسی رو باید داشته باشه و چگونه است که میتونم پوزیشنش رو دقیقا فولفیل بکنه ریکوارمنت هاشه. الیجیبیلیتیش یه سرش که ایژوکیشن کنیدین اکسپریانسه که این قضیه هستش که معمولا یه موقع تخمه هستش که ایجاد میشه برای کسی که مثلا نیو کامر هستن. پروژیکت منجمنت نالج بحثی هستش که حتما توی انترویو ها ازتون سوال میشه.
بحث تکنیکال پروفیشنسی. حالا بعضی پروژیک کوردینیتور میخوام بشن تو حوزه کانستراکشن، در مورد کانستراکشن باید بدن، تو آی تی در مورد آی تی باید بدن. اون موضوعی که باید اینتگریت بشه با اون نالج مدیریت پروژه بحث تکنیکالیتیش، خب دیگه اون چیزی هستش که شما باید اونو با بک‌گراند خودتون میارید تو این کلاس و من سعی میکنم مدیریت نالج مدیریت پروژه رو بهش اضافه بکنم. بحث شناخت ارگانیزیشن و ارگانیزیشن اسکیل، بحث کامیونیکیشن اسکیل هستش که به حال چه چیزهایی گفته بشه، چه جوری صحبت بکنیم، چه جوری تو جلسات شرکت بکنیم، چه وقتایی چه حرفایی باید بزنیم، چگونه اصلا با کدوم استیکهولدرها، با کدوم آدما چه جوری صحبت کنین، آپوارد چه جوری، داونوارد چه جوری و تو رده هوریزونتال چه جوری، اینا حتما در مورد صحبت کنیم. بحث پرابلم سولوینگ اسکیل، اصلا پرابلم رو چگونه باید دیفاینش بکنیم، مراحل حل کردن پرابلم ها چه جوری باید باشه تو ذهنمون، کلی هم تمرین میکنیم راجع به این. بحث تیم ورک هستش که خیلی توی جاب پوزیشن ها روش تاکید میشه که بتونید در حقیقت خودتون یه استوری داشته باشید که چه جوری اصلا آدم تیم پلیری هست. بحث ادابتیبیلیتی، شرایطی که تغییر میکنه چگونه شما میتونید خودتون رو ادابت بکنید. بحث باجتینگ اسکیل و در حقیقت کنترل کردن بودجه و اسکیجول که من بهش اسکیجول هم اضافه میکنم. حالا بعضی از سرتیفیکیشن ها هستش مثل CAPM PMP که میتونه کمکتون بکنه و اگر که اسپسیفیک نالج هم تو اینداستری وجود داشته باشه که شما میخواید برید واردش بشید باید بلد باشید. در حقیقت این موضوعاتی هستش که شما باید بدونید. من هم سعی میکنم که تا اونجا که بتونم پیرید این قسمت ها کمکتون بکنم. پوزیشن هایی که میتونید بعد از این دوره براش اپلای بکنید این هست: هم پراجیکت منیجر اسیستنت، جونیور پراجیکت منیجر، پراجیکت کوردینیتور، پراجیکت اگالیس. البته بازم بهتون که اگه سواد تکنیکالش رو داشته باشید، یعنی اینا رو هم بشه، پراجیکت کانسالتنت، پراجیکت ادمنستراتور، پراجیکت سپورت آفیسر، آپریشن کوردینیتور، تیم کوردینیتور، پراجیکت انجینیر، پراجیکت لید، تاسک کوردینیتور، پروداکشن کوردینیتور و ایونت کوردینیتور. همه این نالج هایی که دارید میبینید، حتی مثلا توی یه دونه ایونت کسی که میخواد یه برگزاری یه مراسمی میکنه مثل مراسم عروسی، حتی توی حالت هم تمام این نالجی که اینجا بهتون انتقال پیدا میکنه توی اون مسیر کمکتون میکنه و حتما ازش میتونید استفاده بکنید. در مورد اینکه جاب مارکت در حقیقت این پوزیشن پراجیکت کوردینیتوری به صورت اخص، ولی بقیه پوزیشن‌های دیگر رو من سرچش نکردم، همین امروز سرچش کردم، اینو آپدیتش کردم توی تورنتو، پوزیشن پراجیکت کوردینیتوری زدم، 267 به جاب داره، پس معلومه مارکتش واسهش مارکت قویه، پوزیشن زیادی داره، همین که دیمند براش بالا هستش. بسیار، در انتهای این دوره اون کسانی که در حقیقت الیجیبیلیتی که ما میخواییم رو داشته باشن میتونن یک ماه فول تایم توی یه شرکت خوبه که حالا به اینداستری که اونا شما میخواید ایشالله بخوره تلاش میکنیم که براتون یه اپرنتیسشیپ بذاریم، ولی الیجیبیلیتیش اینه که زبان انگلیسی رو حداقل تا آیلتس 6.5 یا بالاتر باشه، اصلا اون اتیکس و رفتار حرفه‌ای و ورد و اکسل هم بلد باشید، حالا با پاورپوینت اگه این ریکوایرمنتش رو داشته باشید من میتونم بفرستم تو شرکت هایی که بتونید حداقل یک ماه اکسپوز بشید به اینداستری، ایشالله اگر که خوب باشید که بتونم استخدام کنم. اتفاقا امروز یه توی گروهتون هم زدم، تازگی یه دونه پوزیشن هم بودش که به این علی آقای ربیعی هم گفتم چه اپلای کردن، هنوز دوره رو نگذرونده داره وارد کار میشه، ولی خب حالا به هر حال انیوی من به همه تو هم کمک میکنم وارد داستان بشه. تو این کلاس من به عنوان کوچ و منتورتون سعی میکنم که توی مسیر ببرمتون جلو، پروفشنال لنگویج دقیقا ادبیات مدیریت پروژه رو بهتون یاد بدم، سعی بکنم تو موضوع کانسپت ها رو یه دیپ اندرستندینگی داشته باشید، حالا اون ریل لایف اکسپریانس های خودم رو باهاتون شیر بکنم، پروجکت داکیومنت ها رو کمکتون بکنم بشناسید که خیلی قضیه مهمیه، و یه سری هم تست و در حقیقت کوشن هم داریم که میذاریم اونجا با هم دیگه حلش رو میکنیم، هم روش تستنش یاد بگیرید که ان شاءالله بتونید در پس امتحانش هم
بر بیاد. بسیار خوب، تا اینجا کسی سوالی نداره. موضوع پروژه کوردینیتوری باید اول آسون ترین و بیسیک ترین مبحث مورد نظر که بحث خود پروژه است، از همون شروع بکنیم با هم دیگه. پروژه کوردینیتور توی محیطی به نام پروژه کار کنه. پروژه چیست؟ تعریفش رو با هم دیگه میخونیم، اینو تعریفش رو خوب باید بدونیم که بعدش دوباره دچار شک و تردید نشیم. هر تمپراری اندوبل یک حادثه واقعی تمپراری موقتی است، undertaken to create میکنه، یعنی خلق میکنه یک چیزی، یک یونیک پروداکت سرویس اور ریزالت. پس اگر که ما یک پروداکت سرویس یا ریزالتی که به صورت یونیک برگزار میشه، یونیک ارائه میشه، سری سازی نیست، مثلا مثل تولید پراید و نمیدونم مثلا ماشین نیست، یونیک خاصه، اون رو میخوایم تولیدش بکنیم و ارائهش بدیم و در یک زمان بازه زمانی مشخص یک استارت و فینیش داشته باشه، به اون میگم پروژه. شروع و پایان پروژه خیلی به ما کمک میکنه که در حقیقت بتونیم یه انرژی بذاریم توی پروژه و بدونیم که بعد از یه مدتی از اون پروژه خارج میشه و یک موضوع جدید و نو رو باز میکنیم. فرق مایندست پروژه محور محیط آپریشن محور رو حتما خدمتتون عرض کنم. ولی خب به حال یه پروژه‌ای شروع میشه و پایان پیدا میکنن، استارت داره و فینیش، یه کاری هم توش انجام میشه، مثلا این ساختمونی توش ساخته میشه، یه نرم افزاری توش دیولپ میشه. که این پروژه تموم میشه و به نقطه انتهایش میرسه، سه تا حالت داره که این پروژه تموم میشه. یک، ابجکتیو ها و در حقیقت اون مواردی که برای رسیدن به گول پروژه هستش اچیو بشه، بهش برسیم. مثلا گول ما چی هستش؟ گول ما این هستش که من میخوام یک ساختمون بسازم. بسیار. ابجکتیو هم چیه؟ باید پرمیت بگیرم، بعد بیام برم گود برداری، اکسکاویشن و دمولیشن و این حرفا رو انجام بدم، بعدش بیام فورمینگ و فریمینگ و بقیه داستانا رو انجام بدم، ساختار اصلیش که فریمینگش که انجام شد، بعد لوله کش و بخور و بقیه کارا بیان کارشون رو انجام بدم، بعد بیام فینیش کارپنترا و این حرفا بیان، بحث تیم اچ بک بیان، همه اینا یه سری ابجکتیو هستن که ما رو دارن میرسونن به گود. میگه وقتی همه ابجکتیو ها اچیو شد، پروژه تموم. احساس کن یعنی پروژه 100%ش تموم شد. یه جای دیگه هستش که پروژه ترمینیت میشه، بعضی وقتا پروژه دیگه جلوتر نمیره. چرا؟ به خاطر اینکه ابجکتیواش will not or cannot be met، اصلا دیگه امکان پذیر نیست. که این شکلی میشه، مثلا من وسط های پروژه هستم، 40% 50% پروژه رفتیم جلو، کسی که اونر پروژه است یا project اسپانسر هستش و داره پول تزریق میکنه به پروژه، میگه آه دیگه پول نداریم، دیگه پروژه بودجهش تموم شده، مشکل داریم سر بودجه و نمیدونیم. خب پس وقتی بودجه وجود داشته باشه هیچ ابجکتیوی هم اچیو نمیشه، اولا باید پروژه رو ببندیم. سی حالتی هم میتونه اینجوری بشه. یه حالت دیگه هستش که یه نیدی بوده که اصلا این پروژه ایجاد شده. مثلا چی؟ مثلا من گفتم توی شرکت خودمون ما بیایم یه نرم افزاری طراحی بکنیم که اصلا کارهای اکاونتینگمون رو بتونیم با اون انجام بدیم، کارهای حسابداریمون رو بتونیم با اون انجام بدیم. وسط های کار که میرسیم من نگاه میکنم میگم آقا اصلا ولش کن، نمیارزه، چه کاری که اصلا میخوایم کار نرم افزارش رو انجام بدیم، بریم مثلا یه نرم افزار کویک بوکس بخریم کارمون رو راه بندازیم. نید اون پروژه دیگه از بین بره. خیلی وقتا این شکلی میشه و وقتی که پروژه به هر کدوم از سه حالت برسه باید کلوز بشه. کلوز شدن پروژه یعنی چی؟ یعنی تمام سندهای مالی پروژه بسته بشه، تمام نیروها ریلیز بشن و هر داکیومنتی و دقیقا هر آنچه که ساختیم، هر آنچه که واسهش پول خرج کردیم و به اون کلاینت، به اون کسی که پروژه رو اکسپت میکنه تحویل بدیم و پروژه رو ببندیم. تو این وسط دو تا واژه رو باید با هم دیگه قشنگ تفکیکش رو بدیم. یک، پروژه چیست؟ تعریفش رو دیدید. آپریشن چیست؟ آپریشن نقطه مقابل آپریشن.
بخش آپریشن نقطه مقابل پراجکت. پراجکت یه موضوع تمپراریه، موقتیه، آپریشن آنگوینگه. پس اگه توی شرکتی داری کار میکنی که مدام مثلا با وان سیلز پرسن داری کار میکنی، پروژه کار نمیکنی، داری کار میکنی، یک مسیر آنگوینگ رو داری. اگه داری توی شرکت حسابداری کار میکنی، هر پرونده ای واسه میاد پروژه نیست، یک روند آنگوینگ پشت سر همه. چرا؟ چون شما براش اینیشیتینگ و پلانینگ و اکزیکیوشن و مانیتور و کنترل و کلوزینگ ندارید، یک فانکشن رو فقط تکرار میکنید. مثل چی؟ مثل یه نفری که دقیقا بهش میگن که آقا بیاد مثلا برای ما کانال کولر بساز، یه فانکشن یا هی تکرار و تکرار و تکرار و تکرار و برش پروژه معنی پیدا نمیکنه. نتیجه پروژه یک نیو اوریجینال ورکه، نتیجه آپریشن یک ریپیتد ورکه. پروژه یونیک آوتپوت داره، این ریپیتیتیو آوتپوت داره. پروژه ترمینیت میشه وقتی که پر ابجکتیواش میت بشن، ولی اگر که آپریشن هر چقدر اون ابجکتیواش میت بشن، هی ما باید سعی بکنیم بهتر و بهتر و اپتیمایزش بکنیم، اپتیمالش بکنیم، مارجین سود رو زیاد بکنیم. در حقیقت تو عالم واقعیت این شکلیه، میگن یک پراجکت این شکلی اتفاق میفته. پراجکت میاد صفر رو به یک تبدیل میکنه، یعنی یک موضوعی رو خلقش بکنه. توی این قضیه خلق کردم، مدیر پروژه کسی هستش که مسئول کلیت این پروژه است. تو این وسط پروژه کوردینیتور کمک پروژه منیجر میکنه که به اهدافش برسه. در حقیقت پروژه منیجر کسی هستش که دیسیژن میکر، تصمیم میگیره. پروژه کوردینیتور کسی هستش که اون دیسیژن ها رو محقق میکنه. خودش دیسیژن میکر نیست، تصمیم میگیره که یه کاری بکنه، محقق میکنه. اینجا یه بهش میگن میک ثینگز هپن، حادث واقع. پس ما توی این محیط پروژه صفر رو به یک تبدیل میکنی، از بعد از اون خیلی وقتا این پروژه ها میرسن از دست پراجکت منیجر میرسه دست آپریشن منیجر، و آپریشن منیجر اون یک رو به صد تبدیل میکنه، هی سعی میکنه بهینه و بهینش بکنه، اپتیمایزش بکنه، اگه نیازه اتوماتش بکنه تا مارجین سود بیادش بالاتر. پراجکت منیجر تازه داره یه چیز خلق میکنه که آیا بشه یا نشه. وقتی میشه دیگه، حالا از الان به بعد بهینه کردنش دیگه با آپریشن منیجر. خیلی وقتا خیلی از پروژه ها بعد از اونی که تموم میشن به تیم آپریشن وقتی انتقال پیدا میکنه برای بحث تعمیر و نگهداری، بحث مینتنس. مثلا یه ساختمونی که میسازن، بعد میدنش به یه شرکت، میگن حالا شما مینتینش کن، اصل نمیدونم لوله کشیاش، بحث نمیدونم سیستم گرمایشی سرمایشیش، تمیزکاریش، دیگه خودتون میدونید اون دور و برش، لندسکیپینگش و بقیه چیزای دیگه. بس جا برگردیم توی ببخشید جونه داری. این مثالی زدیم برای پروژه مثل پروژه پلسازی ها هم صدق میکنه؟ پول رو معمولا این شکلیه. پول مثلا ما میتنه سنتش. آره مثلا ما چون خودم شرکت، یک شرکت همون دوزه پول کار میکنه، پول مثلا این شکلیه، یه پول رو میسازن، بعد مثلا میگن تا 10 سال 15 سال دیگه که باش کار نهیم، حالا بعد 15 سال دیگه اینسپکتش بکنن، اگه نیاز به ریهابیلیتیشن داشته باشه، یعنی تعمیر داشته باشه، اون دوباره واسه یه پروژه تعریف کنن. پول تعمیر و نگهداری دائمی نمیخواد. ولی میدونی که مثلا این ساختمونی که 50 نفر آدم، یه مولتی رزیدنشال یونیت 50 تا یونیت داشته باشه، این مدام از روز اول ممکنه که شیره یکی خراب بشه، در یعنی پروژه پل سازی دیگه اینجوری نیستی که از پروژکت منیجمنت آپریشن نداره. آپریشن منیجمنت آره، ولی مثلا ساختمون مولتی رزیدنشال یونیت که درست کردن، خیلی هم میخرن اجارش میدن، حالا از الان به بعد هی باید تعمیر و نگهداریش بکنن. بس تو ایران میگن بهره برداری. درست. آره دیگه، بهره برداری دیگه، دقیقا درست. ولی مثلا نگاه بکنید بحث چیز هست، اون بهره برداری که الان داریم در مورد صحبت کنم و بحث این آپریشن که داریم میگیم، یه سرویس داره میشه، درسته؟ بعض وقتا هستش که توی مثلا خط تولید داریم صحبت کنیم،
فرض میکنید که من خط تولید بذارید به وایت بورد نشون بدم. آقا من میخوام یه توی شرکت فورد هستیم، خب اوکی، یه دونه مثلا F-150 فول الکتریکال که تازگی هم اومده تو بازار، مثلا میخوام اینو تولیدش کنیم. یه زمانی نبود که مثلا سال 2018 2019 که فول الکتریکال نبودش. حالا اینو میخوام بیام بسازش، میگن چیکار بکنیم؟ آقا من توی این داستان یه پروژه تعریف کنم، F-150 فول الکتریک میخوام درست کنم، تا حالا وجود داشته جوابش خیره، پس اینو میخوام خلقش کنم. من میگم که به عنوان یه مدیر پروژه میگم آقا اگه من میخوام اینو بیام انجامش بدم، تا 500 تا تولید اول من احتمالا خطا زیاد دارم، یه سری از قسمتش هنوز نمیدونم، 500 تا اولیشو که تولید میکنم میشه پروژه، از 501 به اونور دیگه میشه چی؟ آپریشن دیگه، تا بی نهایت هر چقدر که تولیدش کرد. چرا تا 500 تا اول؟ به خاطر اینکه ممکنه ریسکایی وجود داشته باشه، موضوعاتی وجود داشته باشه که من هنوز نهیده باشه، ولی من مثلا انقدر کانفیدنت هستم که 500 به اونور چیزی وجود نداره که آپریشن منیجر بخواد سورپرایزش کنه، اون دیگه از اینجا به بعد فقط باید بهینه سازی. پس بعض وقتا یه محصول هی داره بهینه میشه، بعض وقتا یه ساختمونی که ساخته شده محصوله ولی داره وارد فرایند سرویس میشه، اون مینتننس و یعنی میشه دیگه سرویس، دیگه محصول دقیقا فیزیکی نیستش که بخوام به کسی تحویل بدیم. خب یه واژه‌ای که باید در موردش خیلی خوب بدونید بحث اکاونتبلیتی در مقابل ریسپانسیبلیتی. اکاونتبل کسی است که وظیفش اینه the duty to ensure the task is complete، مطمئن بشه که تسک کامپلیت شد. کی مسئول داخل پروژه برای اکاونتبل، یعنی بیشترین اکاونتبلیتی رو داره؟ پروجکت منیجر. پروجکت منیجر کلا به کلیت پروژه اکاونتبل. یعنی چی اکاونتبل؟ یعنی همه کار رو اون باید بکنه؟ نه، انجام عملیات ها یعنی ریسپانسیبل. accountability یعنی اگر چیزی آخر سر خراب شد، من نمیام بگم که کوین مثلا مسئول کار جوشکاری بود اون خرابش کرده، میگم آقا محمد تو مسئول پروژه یقه منو میگی. نمیام بگم که مثلا مهناز خانم قرار بودش بیاد کار اکسکاویشن انجام بده دیر کرد، میگم تو باید تو باید انشور میکنی که اتفاق میفته. پس به خاطر چی مدیر پروژه بیشترین پول رو میگیره؟ به خاطر accountability. کلا ریسپانسیبیلیتی و انجام عملیات پول زیادی توش نیست. پول خوب تو کجاست؟ تو میزان اکاونتبیلیتی. هرچی تو هرم قدرت بالاتر بری، میزان انجام عمل کاری که انجام میدی کمتر میشه، مسئولیت و در حقیقت اکاونتبیلیتی تو زیادتر میشه. این کلمه ریسپانسیبیلیتی و اکاونتبیلیتی بعدیشه که تو فارسی دوتاش مسئولیت، خاطر همین یه ذره بعد اینو با هم بشه. accountability assigned to just one person، به یه نفر میدن. به همین علتی که مثلا تو رأس هرم یک سازمان چی میشینه؟ CEO میشینه، یه نفره که at the end of the day اونه که نظر نهایی میده، اونه که با برداشتن مسئولیت میگه آقا من به عنوان ناخدای کشی من میدونم کجا باید ببرم تو، من تصمیم میگیرم. آخر آخر آخرش میتونه همه نظر همه رو حتی وتو بکنه. کسی که تو accountability result focus، این که آن نتیجه خاصه چی شد، و cannot be delegate، نمیتونی به کسی دیگه واگذارش بکنی و خود انجامش بده. خب بحث responsibility هم که در مقابلش هستش که بسیار موضوع ساده ای. خب پس من تو نتیجه و الان در مورد result که صحبت کردم توی پروژه کیو مسئول میدونم؟ مدیر پروژه. مدیر پروژه میتونه تو سه تا حوزه پروژه تعریف بکنه. یک پروداکتی بیاد، یه محصولی جدیدی بیاد تولید بشه، یه سرویس جدیدی اضافه ارائه بشه، یا یک ریزالتی تعریف بشه. مثلا این ریزالت چیه؟ مثلا این آقای علیرضا خان ربیعی میگه محمد من میخوام یه شرکت بزنم، نمیدونم اصلا رقبام تو این بازار کی هستن. بهش میگه فیزیبیلیتی استادی. فیزیبیلیتی استادی یا امکان پذیری اینکه آقا اگر من این کار این بیزنس رو بخوام بزنم اصلا میگیره نمیگیره، چقدر شانسش داره. این یه ریپورت، یه نفر یه تیم میاد تحقیق میکنه نتیجه کارش چیست؟
یک ریزالتی دو تا بک سه تا بک به شما داکیومنت میده، یه پروژه پس تعریف میکنه، همه این کار انجام میده و آخر سر نتیجهش یک ریزالته. برگردیم به خودمون ریزالت. ریزالت رو ما چگونه معرفی میکنیم؟ یک، گول که گفتیم نقطه نهایی داستانه، یک موضوع لانگ ترمه، همجوری که الان گول چیه؟ اون نقطه نهاییه. ابجکتیو چیه؟ قدم های دیفان میجربل اکشن این دی شورت ترم تو اچیو دی اوورال گول. پس گول نهایی ساخت یه هتل، کارهایی که ما انجام میدیم، قدم هایی که برمیدیم تا با اون برسیم و بهش میگن ابجکتیو. ابجکتیو موضوعی که کاملا قابل دیفاین شدنه، یعنی با یک نص صریح کلیر و شفاف واضح و مشخص میتونید بگید من میخوام چیکار بکنم. موضوعات سابجکتیو موضوعات انتظایی هستن که باید در موردش کلی صحبت بشه. باید ابجکتیو و سابجکتیو هم تو ذهنتون باشه. ابجکتیو ها شورت ترم، گول یک موضوع لانگ ترم. ما روی این گولی که تعریف میکنیم توی پروژه، پس نگاه بکنید، اولین کاری که تو پروژه تعریف میشه گولشه و ابجکتیو باشه. بعد از اون شروع میکنیم در مورد کانسترنت ها یا محدودیت های پروژه صحبت میکنیم. سه تا محدودیت اصلی توی داخل پروژه داریم: یک، سکوپ، دو، تایم، سه، باجت، حالا یا کاست. این سه تا مهمترین ها هست. اولش سکوپ. کسی هستش که بدونه سکوپ چیه دقیقا؟ یعنی توضیحش بگه آها سکوپ یعنی چی؟ سکوپ یعنی چی؟ آها فکر کنم تمام اون کارهایی که باید انجام بدیم برای اینکه به اون ریزالت برسیم، تمام مجموعه کارهایی که کاری، باید انجام بدیم. کاملا درسته. حوزه کاری، حوزه کاری میشه گفت همه کارهایی که باید انجام بدیم. اوکی دیگه چی؟ به چیز دیگه ای هم سکوپ بگم؟ باید نباید ها رو میگن دیگه، چه چیزهایی رو مجازیم انجام بدیم و چه چیزهایی رو نمیتونیم. این چیز که داری میگی کار جنسش میتونه کارم باشه، چه چیز دیگه ای میتونه باشه؟ من به نظرم بیشتر حجم و حیطه کاریه. هر چی داری بگید، هی داری بگید کار، قبول. ولی آیا غیر از این کارهایی که باید انجام بشه که ابجکتیوا برسیم بشه و گول برسیم، چیز دیگه ای هم هست؟ محدودیت های هر کار منظورتونه؟ من منظور خاصی هم من دارم میپرسم شما هدف از هدف از پروژه محسوب نمیشه اسکو؟ هدف پروژه میشه گول و اون ابجکتیو هایی که در مورد صحبت کردیم حوزه اسکوپ نیست. اینا باید همش تو ذهن آفرین ریکوارمنت هم هست. ریکوارمنت ها چه نتیجه ای بدیدن؟ ریکوارمنت یعنی چی؟ ریکوارمنت جنسش از جنس کاره. کار شروع بشه بذار یه هسته دانیال جون، ریکوارمنت ها جنسش از جنس کاره. بعد بگیم که مثلا که مثلا چی میخوام باید جواب بهم بدی. بله نه نمیدانم دیگه، نوع دیگه ای نداره. ریکوارمنت ها جنس کاره. اجرایی کار اجرایی نیست. چیه جنسش؟ چیه بگو سروش بدونیم که چی هستن. مثلا متریال خریدن، مثلا آفرین، مثلا متریال کاملا درست، متریال خریدن، مثلا تاییده گرفتن، مثلا نقشه رو درست کردن. اوکی بسیار. پس نگاه بکنید داستان چیه. سکوپ دو تا قسمت داره، پراجکت سکوپ و پروداکت سکوپ. پراجکت سکوپ جنسش هم کاره، کارهایی که باید انجام بشه که به اون نقطه نهایی برسه. پروداکت اسکوپ چیه؟ کاراکتریستیک محصوله. من جنسش باید مثلا این اسکلت ساختمونی که میخوام بزنم چوبیه، بتونیه، فلزیه، چیه؟ این مشخص میکنه که حالا محصول و متریال و چیزایی که باید بخرید چه چیزایی باشه. پس پروداکت ریکوایرمنتس و سکوپ، پروداکت اسکوپ میشه اون دقیقه کاراکتریستیک محصول که به دلیوربل، یعنی آن چیزی که تحویل داده میشه دقیقه مشهور. بیا ببینیم دلیوربل چیست. باشید جون دل
این منظورتون همون اسکوپ آف ورک و اسکوپ آف سوپلای هستش؟ نه اسکوپ آف ورک مال بحث پروکیومنت الان بحث چی هست؟ آه اوکی الان مرسی، خوشحالم که بالاخره صدا درست شد، برای سعی کردم ممنونم، صحبت مرسی، نشد سپاس گزارم. ولی این اسکوپ آف ورک مال وقتی که یه پروژه دیفاین میشه در داخل یه پروژه، پراجکت منیجر تشخیص میده که یه قسمتی از کار رو آوتسورس کنه و اون قسمت که میخواد آوتسورس کنه که بچه‌ای که کار پیمانکاری میخوان بکنن اونا میان روی این سکوپ آف ورک کار میکنن. این مال یه بحثیه که حالا بعدا جلوتر میکنم، ولی پس برگردیم این. من یه سوال میتونم کنم جناب مهندس؟ بله بله چون فرمودین که بخوام اینم درست فهمیدم، گفتین که پس پراجکت اسکوپ داریم و پرادکت اسکوپ. درسته. حالا اگه ما یه پروژه‌ای داشته باشیم که در نهایت اون نتیجه‌ای که میخواد به ما بده، مثلا همین بحث سرویسی که فرمودیم، مثلا سرویس، اونجا این تعریف به چه ترتیب اونجا بر... ریکوایرمنتاش این شکلیه، مثلا من میگم که من میخوام یه دونه برای من بحثم بری یه دونه تحقیق بکنی، من آره. میگم که آقا من از تو چه نتیجه کاراکتریستیک محصولی که ازت میخوام، آن چیزی که من میخوام چه چیزی باشه، میگم آقا یه تحقیق میداری بکن از همه کامپتیتورهای من، بس این باید توش باشه. موضوع بعدی مثلا باید بگی که من چقدر بودجه احتیاج دارم که بتونم تو سال اول سال دوم سال میدی، یه سری موضوعاتی میذارم که اینا چی باید بخورن، چک باکس هایی هستش که باید تیک بخورن، اونا رو باید اونجا بذارم. پس این پرادکت اینجا یک واژه برادتریه دیگه، آره دیگه، من میگم اونا پرادکت ریزالت یا محصولتون یه کاراکتریستیک و چیزی داره. خب پس نگاه بکنی، باشه من روی پروداکت بیشتر صحبت کنم چون تنجبل تره، به خاطر همین راحت تر میشه. مثال اولیه هر پروژه، چون تو پروژه های ساده یعنی سیمپل و پروژه پردیکتیو و پیش بینی پذیر هستش، بهترین نمونهش چیه؟ ساخته دو ساختمون. چرا همه تو ایران میتونستن کانستراکشن ساختمون میکنن؟ چون پروژه سیمپل ساده است، دو بار سه بار انجام بده دیگه همچون بلدش. حالا میان در موردش با هم دیگه صحبت بکنم پروژه چه جوری اصلا تعریف میشه، ولی بیاید تو اینجا نگاه بکنید. آقا من میخوام بیام یه محصولی بسازم، محصول من چیست؟ این ساختمون، یه ساختمونه بنگلوی من مثلا میخوام بسازم توی مثلا یانگ استریت، میخوام اونجا بسازم 3 بدروم 3 باثروم. اوکی، این دارم یه سری کاراکتریستیک بهش میدم 3 بد 3 باث، بس جو. این کلیتش میشه یه دونه محصول، میشه چی؟ یه پروداکت. خب این پروداکت قسمت های مهمی داره که کلاینت من، اسپانسر من، یا هر آدمی که در نهایت پروژه رو میخواد تحویل بگیره بهش بگیم پراجکت اکسپتر، اون کسی که پراجکت رو اکسپتش میکنه. این آدم میگه که آقا من توی یه قسمت هایی از این خونه، من میگه این خونه خیلی گنده است، یه چند تا تیکه بزرگش بکنیم، اسمشو بذاریم دلیوربل. این دلیوربل ها کدومان؟ اون جاهایی هستن که اون شخصی که میخواد بیاد پروژه تحویل بگیره در نهایت میگه من روی اینا نظر دارم، من اینا رو باید دونه دونه چک بکنم. مثلا چی؟ میگه آقا اگه میخوای یه ساختمون بسازی، وقتی اکسکاویشن و دیمالیشن انجام شد، من میخوام بیام ببینم یه دونه دلیوربل. میگه اوکی، با چه خاصیتی میخوای بیا ببینه؟ میگه آقا مثلا باید انقدر دقیقا خاک برداری بشه با این استانداردی که حالا مثلا CSA استاندارد هر چی هستش، با این باید کامپلای بکنی. انجام که شد میگه آقای رضا دهدار تشو بیا تحویل بگیر. اینو این همونجوری که تو می‌خواستی، میگه بله، میگه دونه دونه تمام چیزی که می‌خواستی رو چک بکن، اینسپکت بکن، اگه که نیازی داره داکیومنتی باشه بهش ارائه میگه، میگه همه چیز درسته، میگه بله، میگه مثلا این زیرو امضا کن. دلیوربل ها پس با چی بشن؟ اکسپت بشه. وقتی میگم اکسپت بشه یعنی چی؟ امضا پاشو بیاد، امضا باید بکنه دیگه، این درست داره، یعنی همون که من میخواستم. توی یه دونه مثال دیگه میتونی اینجوری نگاه بکنی، آقا من میخوام بیام یه دونه ماشین بسازم، یه دونه محصولی ببخش نقاشی امضایی است ولی خب حالا فکر کنید که یه دونه پروداکت مونه، من میخوام بیام بگم که آقا دلیوربلاش چیه. این رخ شد خالو میگه که محمد من سه تا موضوع برام مهمه، یک موتورش واسه من مهمه، دو مثلا شاسیش واسه من مهمه، سه بدنش مهمه. میگه من روی این ستا میخوام بیام نظر بدم، چک بکنم و تاییدش بکنم. میگه پس این ستا میشه واسه من ستا دلیوربل. هر موقع هر کدومش آماده شد به رخشان خانم میگم که با اون کوالیتی و استانداردی که میخوای
بیا چکش بکن که با به من گفتی و با هم دیگه موافقت کردیم، دونه دونه اینا رو بهش تایید شده. پس امیدوارم که دلیوربل ها رو متوجه بشید. دلیوربل های قسمت های بزرگی از پروداکت هستن که وقتی اینا به هم دیگه جمع میشن، آخر سر محصول نهایی و پروداکت، فاینال پروداکت رو تحویل میدن. فاینال پروداکت جونم سوش. من خواستم همین چیزی درست متوجه شدم. به مثلا یه پروژه داریم سه تا دلیوربل داره، بعد مثلا دلیوربل اول میتونه چند تا ابجکتیو داشته باشه، درست میگم؟ میتونه چندین تا چند صد تا قسمت، مثلا بگیم موتور ماشین خودش چند ده هزار تا قسمت رو داره دیگه، درسته؟ آره از پیچ همه اون دیگه اونا دیگه دیگه مثلا تر نمیه پیچ رو دیگه چک کنه، میگه کل موتور کار میکنه، بر چه اساسی و استانداردی باید کار بکنه، چقدر مثلا سه و دو تولید میکنه، هرچی اون مواردی که باید باشه اونا رو نگاه میکنه و قبولش. میخوام اینم اون تفاوت بین دقیق ابجکتیو و دلیوربل، چون این کلمه ها خیلی در لحاظ معنی تو فارسی یکیه تقریبا، نه که حالا یکی باشه ولی اینترچنجبلی استفاده میشه. یعنی پس ما رو هر دلیوربلی که میخوایم بهش برسیم امکان داره چندین ابجکتیو رو داشته باشیم که باید اونها رو تیک بزنیم تا اون دلیوربل رو کاملا درست. درسته؟ کاملا درست. کاملا درست. خب. ممنون. پس تا اینجا با کلیت پروژه آشنا شدیم، سه تا کانسترنت اصلیش که بحث سکوپ بود آشنا شدیم، تایم کاملا مشخصه ولی باز در مورد تایمش هم من بازم بهتون بگم. وقتی در مورد تایم صحبت میکنیم واژگانی که باشون آشنا باید بشید اینه، یکی دیوریشن. دیوریشن چیه؟ طول مدتی که باید هر کدوم از کارا طول میکشه. ما الان گفتیم ما مثلا میخوام یه ساختمون بزنیم، کلی کار داره، اکسکاویشن چقدر طول میکشه، دیمالیشن چقدر طول میکشه، فورمینگ، فریمینگ، بحث بچه مکانیکال، الکتریکال، پلامینگ، روفینگ، نمیدونم همه این قسمت ها، هر کدومش یه قسمت طول مدتی داره. این بحث دیوریشنه، طول مدت هر کدومش و طول پروژیکت لایف سایکل، کل زندگی پروژه تون چقدر کل طول بشه. بحث بعدیش بحث مایلستون هاست. کسی هست بدون مایلستون یعنی چی؟ شدیدی؟ مایلستون؟ اون در واقع یه جوری اون دلیوربل ها هستش که ولی دیوریشنشون صفره، مثلا اپروو پروژیکت چارتر مثلا این میشه یه جنس مایلستون. از چه جنسیه؟ اسکوپه؟ اسکیجوله یا کاسته؟ اسکیجوله به نظر من. اسکیجوله. اسکوپ. پس مثلا ما میخوایم بگیم که دقیقا این پروداکت تو این حال تو در این زمان ساخته میشه. آفرین. اینو بهش بگیم مایلستون. کسی پس نگاه بکنید دوستان، مایلستون خیلی همون به غلط میده. من سعی میکنم تمام کلماتی که تو زیر تو غلطه، مثلا اکثرمون توی در مورد مایلستون شما مایلستون جنسش از جرسی اسکیجول. مایلستون نقاط برجسته روی تقویمه که قراره یه اتفاق بزرگ بیفته. مثلا میگم چی؟ یادتون باشه جنسش یه ذره ایشالله ماشالله، یعنی فرم نیست. اگه یه زمان اتفاق نفته ایش که یقتون نمیگه ای چرا این مایلستون رد شد. برای چیه؟ برای اینه که اولای پروژه بتونیم یه ذهنیتایی داشته باشیم. مثلا من میام میگم که آقای فرهاد خان عزیز، شما بیا به عنوان مدیر پروژه من، به عنوان پروژه کوردیناتور من این پروژه رو بیا ببر شروع. میگه آقا پروژه چیه؟ میگم آقا من میخوام بیام یه ساختمون بسازم. میگه خب اوکی، یه ساختمون که میخوای بسازی اگه از همین فردا که شروع بکنیم محمد، مثلا احتمالاً 3 هفته 4 هفته طول بکشه که ما موارد ابتدایش رو جمع بکنیم، ریکوارمنتاش رو جمع بکنیم. میگم خب اوکی، از شد یه مایلستون 4 هفته دیگه. بعد از اون اگر اپلای بکنیم ایشالله 9 ماه دیگه، اون ایشالله رو حواست باشه 9 ماه دیگه مثلا میرسه به اینکه مجوزها رو بخوایم بگیریم، پرمیت ها رو بگیریم. میگم اوکی. بعد از اون ایشالله یه سه ماه بعدش دیگه اکسکاویشن و دمولیشن رو انجامش دادیم و میریم تو قضای فورمینگ. فورمینگ چجوریه؟ داره به ذهنش یه ساختاری میده که کلیت پروژه تو ذهنش شکل بگیره. مدیر پروژه چون اول پروژه هیچ چیزی وجود داره، با ایجاد این مایلستون ها داره به ذهن بقیه آدمایی که توی پروژه هستن شکل میده. آدم هایی که در داخل پروژه به هر نحوی از این پروژه یک دقیقت افکتی میبینن، یک اثری این پروژه روشون میذاره رو بهشون میگن استیک هولدر. استیک هولدر کیست؟ به تو فارسی بهش گفتی زینف. زینف توی هر کسی که تو پروژه روش تاثیر بذاره.
اگر که من یه جایی هستم دارم زندگی میکنم، دو تا خونه اونورترین دارن روی پروژه دارن کار میکنن، گودرداری میکنن، آیا منم ذی‌نفع اون پروژه هستم؟ من یه جایی توی جای برخواب تو خونه خودم نشستم، دو تا واحد اونورترین دارن توش یه رنوویشن انجام میدن، آیا من ذی‌نفع تو این پروژه؟ اونایی اوه. که انگیج نمی کنم بیاد جواب بده دیگه، چش آره بنده که آره آدم غلط بگه. بی عملی آره و بی جوابی بدترین قسمت تو مدیریت زینف پروژه، بودن یادتون باشه. همون مالک میتونه زینف باشه دیگه، همون استیکهولدر هم به نظرم سوال زینف. من سوال من جواب بده، سوال خودت ترمی که من خودت جواب میگم بدی. حتی بیا همسایه هم میتونه زینف باشه. آره آره دیگه همون بله آفرین. پس یادم باشه هر کسی که به نحوی پروژه، همون سر و صدای پروژه رو سر منو اثر میذاره دیگه، من ذی‌نفعم. پس ذی‌نفع انواع و اقسام داره، یه سری سکولار ضعیف مثل این همسایتون، یه سری آدم ها سکولار قوی هم بهشون میگن چی؟ کی سکولار. کی سکولارای اصلی که ما باید بشناسیم کیاست؟ یک مثل اسپانسر، پراجیک اسپانسر. پراجیک اسپانسر مهمترین آدم تو اولای پروژه است، از مدیر پروژه قوی تر. بعدش پراجکت منیجر، اونم یه استیکهولدر. بعدش کیه؟ انجینیرها، سینیور انجینیرها، نمیدونم آرکیتکت، سی او. تکنسیانا، کلی آدمای دیگه که در داخل پروژه هستن، اینا هستن. کلی آدم دیگه هستن که در داخل پروژه نیستن، مثل پراجکت منیجرهای دیگه. پراجکت منیجر دیگه، من توی اورگانایزیشن دارم کار میکنم، من رفتم یه پروژه رو برداشتم، یه مدیر پروژه هم دیگه هم ذی‌نفعه. میشه به کسی بگه چرا؟ چرا اصلا اون بهش این پروژه من وقت بده؟ من توی سازمانی هستم، رفتم یه پروژه کانستراکشن برداشتم، اون یکی مدیر پروژه من که داره کار کانستراکشن میکنه، اونم ذی‌نفع پروژه من میشه، استیکهولدر پروژه. چون سودش تونم هست، سود سودش یعنی اون سود کار توی دلاریش؟ بله نه دیگه، اینا کسانی که توی این نفعش پروژه این ها هستن همشون بکن مثلا اونه. استخدامی شرکت. بگو رضا. مهندس اعتبار خب خوش اون شرکت خودش هرچی پروژه هستش براش مهمه دیگه. حالا مثلا اون یکی پروژه کانستراکشن منیجرم چون که اعتبار شرکت مهمه، در واقع کلا در نظر بگیرید براش مهمه دیگه. این جتن حرفی که داریم میزنیم درسته، ولی اعتبارش به این اعتبار اون شرکت مهمه، اینم که اون پروژه ساکسس بشه و حالا یا فیل بشم روی اونم اثر میذاره، درسته، ولی موضوع مهمتری است. رضا جون بفهم. من فکر میکنم به طور کلی سود و زیان شرکت میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه روی در واقع حتی شغل یه پراجکت منیجر که توی پروژه دیگه هم داره کار میکنه. اصل داستانش توی چیه؟ روی ریسورس. آقا ریسورس من یه پروژه گرفتم، این سروش که بهترین درافتر هستش و روید کار میکنن، زود برش میدم واسه خودم. خب اون یکی پروژه دیگه، این مدیر پروژه دیگه این آدمو نداره. یادتون باشه بیشترین دعوای مدیرای پروژه در داخل سازمان سر چیه؟ شیرد ریسورس. شیر ریسورس شامل چه چیزایی؟ هم هیومن ریسورس هم فیزیکال ریسورس. آقا دو تا تراک داشتیم، دو تا تراکش رفت اونجا گیر کرد، من دیگه تراک ندارم، چیکار کنم؟ میبینید افکت میکنه این پروژه دیگر رو. هر موقع افکت کرد یه پروژه آدمای دیگر رو، اون آدما میشن چی؟ استیکهولدر را همه باید شناسایی و آیدنتیفای بشن. اولین کاری که مدیر پروژه و پراجکت کوردینیتور انجام میدن آیدنتیفای کردن استیکهولدر. یعنی چی؟ فرض بکنید روز اولتونه به عنوان پروژه کوردیناتور رفتید توی دونه جلسه، توی جلسه نشستید، بکنید الان خودمون توی جلسه هستیم، من اونجا هستم، این بهناز خانم من پروژه کوردیناتور، من میگم من به عنوان مدیر پروژه صحنه گردان مدیر جلسه هستم. یادتون باشه مدیر پروژه هر موقع توی جلسه هست، اون فقط مسئول جلسه است، مگر که نباشه بگه پروژه کوردیناتور به بچه. خب من رفتم توی جلسه، پروژه کوردیناتور ساکت میشه کنار من، هیچ اینگیجی نمیکنه مگر اینکه من ازش بخوام، من دارم داستان میبرم شده. توی این حوزه پروژه کوردیناتور هم فسیلیتیشن میکنه، سعی میکنه تسهیل بکنه فرایند اومدن آدم ها، زنگ زدن ها، قرار گذاشتن، ایمیل گذاشتن.
گذاشتن، اتاق رو گرفتن، همه مسائل اینجا تا این جلسه محقق میشه. توی جلسه من به بهناز خانم به عنوان پراجکت کوردیناتور هم میگم که اسم همه، ایمیلشون، پوزیشنشون رو واسم بگید، همه اینا رو جمع میکنم تا آیدنتیفای بکنم استیکولدر رو. مثلا این آقای دانیال خان که سی او هستش خیلی استیکولدر کله گنده ایه، ولی احتمالا میزان انگیجمنتش داخل پروژه کمه، سی او خیلی وارد پروژه نمیشه، انتقال دیگه هم داره. ولی مثلا مهناز خانم که اسپانسر خیلی مهمه، این آقای علیرضا خان که به عنوان در حقیقت کلاینت من هستش به مقصور رو میخواد تحویل بگیره، خیلی آدم مهمیه. این آقای افشین خان آدم مهمیه. اولای پروژه با هر کس که آشنا میشی تقریبا آدم های مهمی هستن. با دیفالت همه آدم هایی که اولای پروژه تو جلسات چکر میکنن کی استکنه. خب پس این بحث تایمیگش هم که واسه متوجه شدید، من براتون میگم ناگهان به این که من هی میرم این ور اونور دوباره برمیگردم سر جای خودم، به این عمل میگن چی؟ مایند مپ کردم. من دارم تقریبا تمام کارهایی که من دونه دونه تو جلسه از اون لحظه که بهتون صحبت کردم، خودتون معرفی کردم تا انتهای جلسه، هر چی که میخوام بهتون بگم دونه دونه اسم داره، تولز و تکنیک مدیریت پروژه است. ولی خب من الان بامباردتون هم با همه چیزه، ولی یواش یواش بیم به این کاری که میریم از یه موضوع حاشیه میگیم و دوباره برمیگردم سر قضیه، بهش میگن مایند مپ کردم. خب من مایند مپتون کردم، براتون کردم سکوپ رو حل کردیم، تایم رو فهمید. بحث بعدی باجتینگه. باجت باید تشخیص داده بشه. چجوری؟ با استیمیشن. استیمیت میکنن باجت رو، یه بودجه در حقیقت پروژه اختصاص میدن و بعد از اون بحث کنترل کردن پولهایی هستش که باید خرج بشه، که پراجکت کوردیناتور توی این قضیه کاست کنترلی بسیار آدم مهمیه و بسیار بسیار از قسمت‌های وظیفش به بحث اسکیجولینگ باجتینگ هستش که بیشتر در تماس با ریسورس، مخصوصا آدم ها توی کانادا بسیار گرون، اون پورشنی که توی پروژه بیشتر واسه ریسورس هستش توی ایران یه جورایی 80-20 بود، 20% ریسورس بود، توی کانادا almost 60% پولی که دارید میدید بابت ریسورس دارتون باشه. ریسورس بسیار گرون، بابت اون کارهای جهادی و هیئتی که توی ایران میشد انجام بدی، اینجا انجام بدی به خاک سیما میشین دیگه، اینجا دیگه پولش رو نمیدین اونجوری خرج بکنید. سیستمش باید خیلی پراپر پلانینگ بشه، بخاطر اینجا شما وقتی میبینید که مثلا یه پروژه تعریف میکنن تقریبا 2 سال مرحله پلانینگش میشه، چرا همه چی رو به دیتیل در میارن که وقتی میخوان اجراش بکنن هی چنج های زیاد و تیم بک اند فورس با تیم های پلانینگ دیگه اتفاق نیفته، که اونم بالاخره بازم اتفاق میفته. ولی خب فکر میکنم بهش میگفتن بریک داون ورک استراکچر، work breakdown structure، حالا در موردش می‌خونیم. حالا من بحث گفتم. آره ولی ولی آره اونم خیلی قسمت مهمه، ولی اون حالا در موردش تو قسمت اسکوپ. بله. آره. خب بیاید ببینیم نقشه با پروژه رو که تعریف کرد. کانسترنت‌هاش هم فهمیدیم. گول و ابجکتیوش هم که فهمیدیم. خب حالا پروجکت منیجر کیه؟ کیه اسپیس هولدر؟ فضا رو اون کنترل می‌کنه. اونه که میگه این انوایرمنت با چه خاصیتایی باید برگزار بشه، اسپسیفیکیشن ها و دقیقاً کاراکتریستیک این چیه. مثلا چی؟ آقا من یه پروژه اجایل دارم، میگم آقا برای من اصلا مهم نیست شما چه ساعتی کار میکنید، 9 تا 5 کار میکنید، نصف شب کار میکنید، هر موقع دلتون خواست، من ریزالت اورینتدم، من تشخیص میدم. یه جای دیگه ازش میگم نه آقا محیط کانستراکشن باید حتما بیاد توی کارگاه، رأس ساعت 7 و نیم توی کارگاه باید بیاد، با سیفتی بود، با نمیدونم هارت هات، با همه مسائل ایمنی بیاید وارد کارگاه بشید تا هر چه قدم که نیاز باشه سایت سوپر اینترنتتون، نه سایت سوپرتون بهتون گفتش که بعد اینو انجامش بدید، کارا رو انجام بدید، بدن شرایطتون من تعیین کنم. یادتون باشه پراجکت منیجر لیدر و رأس هرم تو پروژه‌های پردیکتیو و پیش‌بینی پذیر تو محیط اجایل این شکلیه، اصلا اصلا داستانش فرق می‌کنه. یادتون باشه محیط اجایل رو بعداً پس می‌خواد. ما الان بیشتر داریم در مورد پروژه پردیکتیو و ساده داریم صحبت می‌کنیم. اینها قسم پروجکت منیجر اسپیس هولدر، لیدر رهبر اون، دایرکتور. وقتی میگن دایرکتور یعنی چی؟
نشی دایرکتور. با منیجر چه فرق؟ Any clue؟ تعیین کنه اون مسیری که باید کار انجام بشه. دایرکتور کسیه که با قدرت بالا به پایینی که داره به خاطر چارت سازمانی میتونه دستوری بالا به پایین به نفر سازه. مثلا میگم علیرضا جان فردا ریپورتت ساعت 9 صبح روی میز توش هیچ چیزی نیستش که مثلا خواهش بکنه لطف بکنی بیکار دایرکتی بالا به پایین دستوری به بگه یک کار دایرکتور. منیجر کیه؟ منیجر کسیه که دیسیژن میک میکنه نسبت به هر موضوعی منیجش میکنه دا این شکلی بشه میگه what is right to do چی درسته چه غلط. مدیر پروژه مدیر پروژه کسی هستش که اینتگریتوره یعنی تمام نالج اریاهایی که در موردش اطلاعات جمع میشه رو به هم دیگه آخر سر میچسبونه و تصمیم اونه که فقط میتونه کارو بکنه. که حالا تو کتاب پی ام باک که میخونید هفت تا حوزه اینتگریشن وجود داره که دونه دونه در موردش با هم دیگه صحبت می‌کنه که اون کارا فقط وظیفه پروجکت منیجره. ما بعد وظایف مدیر پروژه رو بدونیم که وارد هیتای اونم نشیم. میگه این خیلی مهمه یادم باشه با عنوان پروژه کوردینیتور ما چه کارهایی نباید بکنیم. این از همون کاراست که نباید ما تو حوزه اینتگریشن اصلا نباید باشه. پروژه منیجر پرابلم سولور کنترلر همه چیزو کنترل میکنه. کنترل کردن یعنی چی؟ نگاه بکنید یه روندی در داخل پروژه وجود داره به نام مسیر اینفورمیشن. بذارید من برش صفحه رو شیر بکنم خب نگاه بکنید هر موقع یک کاری اکزیکیوت میشه و اجرا میشه از توش دو تا چیز میزنه بیرون. یک دلیوربل محصول دیگه محصول اجرا کردیم یه محصول از توش کردیم رفتیم نجاری کردیم فریمینگ ساختمون در اومد دلیوربل. غیر از اون دیتا در دیتا اطلاعات خام در پس کی دیتا در میاد وقتی که اکزیکیوت میکنه میگن نامه ننوشته یا غلط نداره چون دیتایی توش وجود داره هیچ کاری که نکرده هیچی وجود داره اوکی؟ پس وقتی یه چیز رو اکزیکیوت میکنید دیتا شروع میکنه خواهش این دیتا ها خامن مثلا چی؟ من میگم که آقا من رفتم یک سری لوله تولید کردم که این لوله ها قطرش به ترتیب اینه دارم دیتا شیت هم بهتون میدم قطرش اینه دو اینچ و یک هشتم دو اینچ و یک شونزدهم دو اینچ و یک سی و دوم یک و پونزه شونزدهم دو اینچ و دو یک شونزدهم خب اوکی اینچ دیتا دیتا یک سری موضوعاتی هست که نوتریاله نه بده نه خوبه نه کمه نه زیاده الان کدوم یاد که از اینا بده یا خوبه دو اینچ بده دو یک شونزدهم چوبه میتونی بفهمی؟ نه هر موقع که دیتا رو با یه چیزی مقایسه کردی versus مثلا استاندارد یا یه سری predefined چندم پوینت هایی که برای خودت گذاشتی یا عددی که گذاشتی با یه چیزی باید مقایسه بشه وقتی دیتا مقایسه بشه میشه چی؟ information دیتا تبدیل میشه به information خب مثلا توی این لوله من گفتم دو اینچ پلاس ماینس یک سی و دوم حالا چی؟ میشه دو اینچ خوبه؟ بله دو یک هشتم؟ نه دو یک شونزه هم؟ نه دو یک سی و دوم؟ بله یک و پونزه شونزه هم؟ خیر دو اینچ؟ بله این خیر میبینید؟ information سوگیری داره جهت داره معلومه کدومش درسته کدومش غلطه متوجه شدید پس یه دونه دیتا داره یه اینفورمیشن داری که پراجکت منیجر و کسایی که دیسیژن میکر هستن روی چی دست میگیرن اینفورمیشن کی دیتا رو تبدیل به اینفورمیشن میکنه دیتا آنالیز یه سری تو اصلا هفته نزدی داری چی نگفتی داره چی دیتا رو به اینفورمیشن تولید می‌کنه؟ هم کوردینیتور واسه چیزی درسته؟
واحد مانیتور and کنترل. یعنی کی؟ بچه های مثل کنترل کیفیت. اوکی؟ اونایی هستن که این کار رو انجام میدن. چی کار میکنن؟ یه چیزی مثل استاندارد بیزن جلوشون. میگن آقا با این استاندارد میخوره یا نمیخوره؟ اگه خورد تیک میزنم، نخورد ردش میکنم. پس متوجه شدی؟ با استاندارد رو یک سند بالا دستی مقایسهش میکنن، نگاه میکنن دیتا رو به انفورمیشن تبدیل. پس وقتی دیتا تولید شد میره تو باید کنترل کیفیت، اونا نگاه میکنن مقایسهش میکنن به انفورمیشن تبدیلش میکنن، میدن راست پراجیکت برجر، میگن نگاه بکن اگه خوبه بده هرچی که هستش تو تصمیم، یعنی خوبه یا بده اون نگاه میکنه، اگه بد باشه میگه با یه تغییری توش بدیم change request مثلا، اگه گفتش که نه اوضاع خوبه اونو تبدیلش میکنه به report. پس مسیرش این شکلیه: data information و report. change request هم یعنی یه چیزی باید تغییر بکنه و بهینه میشه، رو پس باید خراب بوده و تغییر نمسیرش. مهندس ببخشید یه سوال داشتم، اون تیکه اینفو رو من متوجه نشدم، مثبت منفی 1.32 منظورتون خطای تولید اون لوله بودش؟ بچه های چون بکگراند تو اکثر تو مهندسی بودش دیگه بعد توضیح ندارم، ولی خب نگاه بکنه اونا تو قسمت وارد کنترل کرده و تو قسمت کنترل بهتون میگن، مثلا میگن 2 اینچ پلاس ماینس 1.32 یعنی چی؟ یعنی 2 حد ایدئالمونه، 2.32 تا 2.32 قابل قبوله، تا 1.31.32 هم قابل قبوله. این محدوده برای من قابل قبول، محدوده قابل قبول رو بهش بگم چی؟ تالرنس. یعنی تالرنسش هم آره توی این فارسی گفتن تولرانس. ممنون، منظور تو ایران هم میگن خطای تولید مثلا دیگر. این تالرنسه، این دو تا عددی که دارید میبینید رو بهش میگن سرحد یا ترشهولد. چون اینه ترشهولد، ترشهولد یعنی چی؟ اگه از این خط رد بشی دیگه قابل قبول نیست، دیگه اسقاطی شده، به درد نخوره و نیست جونم سوشه. ببخشید میشه اون تعریف اینتگریتر هم یه بار دیگه بگین؟ من اصلا برام اونجا نه حواسم نبود، ببخشید. اشکال نه، دوباره میگم با کمال میل، فقط هر کدوم تو بگید که من با کمال میل بهتون میگم. نگاه بکنید مدیر پروژه داره 10 تا نالج ایریا، 10 تا ایریای مختلف نالجی رو کنترل میکنه. یکی از اونا اسکوپ، امروز در مورد اسکوپ یه کوچولو بگم، یکی دیگه‌اش اسکیجول، یکی دیگه‌اش کاست. این سه تا اصلیه. بعد از اون سه تا دیگه هستن، بحث ریسورس، بحث کوالیتی و بحث کامیونیکیشن. لایه بعدی بحث ریسک، بحث پروکیورمنت و بحث استیکهولدر است. معنیش کرده است این 9 تا علم ترکیب کردن تمام این علوم به همدیگه رو میگن چی؟ حالا کی همه رو میتونه به هم دیگه بچسبونه؟ پراجکت منیجر. مثلا پراجکت کوردینیتور دیدید رو اسکوپ نظر میده، رو اسکیجول ممکنه اصلا همه کارش رو اسکیجول باشه، اسکیجولر باشه، اصلا کاست کنترلر باشه، تو حوزه کوالیتی کار میکنه، ولی نمیتونه همه رو به هم دیگه بچسبونه. این همه رو چسبوندن برای چیه؟ برای دیسیژن میکینگ. آیا پراجکت کوردینیتور دیسیژن میکر؟ خیر. ولی یادتون باشه شما فقط پروژه کوردیناتور نیستید، یه سال دو سال ممکنه شما همتون پروژه کوردیناتور بشید، با بک‌گراندی که دارید همتون باید آپگرید بکنید بیاید بشید پروژه منیجر. پس باید ما بدونیم الان اولش که میخوام کار بکنیم چه انتظاری ازمون دارن، بعدا داون دی رود من باید چه تصمیم، آخر سر به عنوان پروژه منیجر من باید همه رو تصمیم بگیرم، من اکاونتبل میشم، من به این علت که داره حقوق من میده همه علت من میشم رهبر داستان. خب وقت بریم سراغ بقیه داستان. خب پروژیکت منیجر پس گفتیم که کلوزر هم هست، اونه که آخر سر پروژه رو کلوز هم میکنه. توی این قسمت پروژیکت کوردینیتور یاد پروژیکت کوردینیتور سه تا کار میکنه: یک، اسست میکنه پروژیکت منیجر رو و تیم رو که کوردینیت بکنن ریسورس ها رو، اکویپمنت ها رو، میتینگ ها رو و اینفورمیشن رو. دیگه الان همه تو میدید وقتی میگه اینفورمیشن یعنی چی؟ دیتا خام رو نمیگه، داره اینفورمیشن رو داره، دیتا پروسس شده رو داره.
پراجکت کوردینیتور مینتین میکنه، همیشه به روز نگه میداره تمام داکیومنت ها رو، ترک میکنه و ریپورت میده روی پروژه برای بحث پرفورمنس و ادرس میکنه، ادرس کنه تکر میکنه پوتنشیال ایشیو و ابستکل ها رو، هم موانع موضوعی مشکلی چیزی باشه رو تکرشون میکنه. آره پروژه کوردینیتور، پروژه کوردینیتور یک پله بین تیم، کلاینت و پروژه منیجر ها، مطمئن میشه که همه رو آن سیم پیج هستن. نمی کالک دقیقا بحث کوردینیت کردن همینه که مطمئن میشه همه حواسش رو هست به قرار گول پروژه چیه، آبجکتیو برای پروژه چیه. مثل کمک خلبان، مثل کمک خلبان. بسیار خوب، پروژه منیجر یک هدفی داره. توی پروجکت منیجر اصل کارش اینه که تیم رو لید بکنه که برسن به اون گول هایی که دارن. اصل کار مدیریت پروژه چیست؟ لید بکنه تیم رو تا برسن به اون گول ها. خب حالا با چه روش هایی من میتونم برسم پروژه رو کار بکنم؟ پروژه اپروچ های مختلفی داره، جنس های مختلف. یه سری پروژه های واترفال، واترفال مثل آبشار بالا به پایینیه دیگه، میبینید بالا به پایین، دایرکتیو و دستوری زیاد تو محیط های کانستراکشن که میرید خیلی باهات ممکن دستور بسن. بالا به پایین هم مثل آدمایی که مثلا رنگ نظامی دارن بالا به پایین صحبت کنن، اینجا تو محیط های این شکلی هم، محیط های پردیکتیو هم همین شکلی. تو محیط های اجایل اتفاقا اصلا اینجوری نیست، یعنی توی محیط واترفال مثل مثلثی که پراجکت منیجر تو رأس هرم میشینه، بقیه پایین دستش، آرکیتکت ها، انجینیر ها، ادمین ها، بقیه آدم ها همه زیرش دستش. تو محیط اجایل پراجکت منیجر یک سرونت لیدره، در حقیقت میگه من زیر پای شما رو جارو میزنم تا شما موفق بشید، بستر سازه. این آدمیه که این پایین قرار میگیره، سرونت لیدر. پاورش شیر شده دیگه، همه پاور تو مدیر پروژه خلاصه نمیشه، بسیاری از کارها رو کسای دیگه اصلا انجام دادن، اصلا مدیر پروژه مسئول اون قسمت ها نیست. تو محیط های اجایل خیلی محیط های پلزنتریه چون آدم ها خیلی مهمه. تو محیط واترفال پروسس ها خیلی مهمه، داکیومنتیشن خیلی. بحث محیط های واترفال بیشتر کنترل کردن کاسته. So it's all about money. توی حوزه اجایل بحث اینه که اصلا ما به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. اجایل یک محیطیه که خود مدیر پروژه هم نمیدونه آخر آخرش به کجا میخواد برسه. نمیدونه دقیقا اسکوپ کار چیه. نمیدونه دقیقا قرار با چی کار باید. میگه آه بیا سواره قایق باشیم با هم دیگه بریم تا ببینیم به کجا بود. این شکلی بخاطر موتیویت نگه داشتن تیم هم بسیار سخته. پس سه تا اپروچ وجود داره، واترفال، اجایل و حالت مابینی که یه مقدار واترفال باشه یه مقدار اجایل باشه که بهش میگن هایبرید. اگر دارید تو محیط کانستراکشن کار میکنید فقط و فقط و فقط باید واترفال یادتون باشه، حالت اجایل وجود نداره. این سوال میگه اکثر خب بس چه. خب توی این ترادیشنال پراجکت لایف سایکل توی سیستم مثلا مدیریت پروژه واترفال و پردیکتیو چجوری ما عمل میکنیم؟ میگه داستانش این شکلیه، 5 تا پروسس گروپ داریم که اینا رو به اشتباه میگن فاز پروژه، پروسس گروپ. ولی اگه شما بگید فاز اینقدر اشکال نداره. 5 تا قسمت هست. قسمت اول بحث اینیشیتینگه. اینیشیت کردن یه پروژه هم چی؟ اولش مدیر پروژه باید یک کار بکنه. یک آیدنتیفای بکنه استیکولیرها رو، شناسایی به همه آدم که میخوان باشو کار کنن کیه، و بعد پروژه رو چیکار بکنه؟ چارتر بکنه. چارتر کردن یه پروژه هم چی؟ یعنی قرارداد بریم مثل حوزه وظایف خودش رو مشخص بکنه، آتوریتی خودش رو مشخص بکنه و بگه سکوپ پروژه چیه؟ اسکیجول پروژه چیه؟ کاست پروژه چیه؟ به صورت های لیول. کسی هست بگه های لیول در مقابل چیه؟ کلمه مقابل های لیول چیه؟ لو لیول. لو لیول لو لیول یعنی چی با بیارزش درسته؟
های لول که من دارم در مورد صحبت میکنم یعنی سرتیتر، یعنی اون موضوعات بالادستی. پس اگه که یادتون باشه اولای پروژه یه مدیر پروژه دیدید، یا خودتون اصلا خیلی وقت ممکن یادتون باشه خیلی از این کارها رو خودتون کردید، رفتی در مورد دیتیل نشستی صحبت کرد، مثلا در مورد یه پروژه یکی بهتون گفته، من گفتم فرج جان باشه بیا اینجا مدیریت پروژه منم به عهده بگیر، میگه چیکار میخوام بکنم، که میخوام یه ساختمون بسازم، میگه باشه میای اینجا در مورد صحبت کنم، من در مورد این دارم در مورد صحبت میکنم که آقا کاشیاش چی باشه، درایوال بکنیم یا نکنیم، اسکلتش رو چی بزنیم. شما باید بتونید کنترل رو منیج بکنید که موضوع رو موضوعات های لول بمونه. یعنی چی؟ سبتیتر رو فقط کافیه، نیاز دارن اصلا وارد دیتیل شدن اشتباهه. یادتون باشه پراجکت منیجری که اولا منیج نمیتونه بکنه و یا خودش به اشتباه در مورد دیتیل صحبت بکنه آماتور، آماتور یعنی بلد نیستش که روی نصب کرده. ما باید روی کجا نگه داریم؟ های لول و سبتیتر در مقابل چی؟ دیتیل. پس دیتیل پلانینگ بعدا انجام میشه، اینکه کاشی ها چی باشه، جنس چی باشه و این حرفاش بعدا در میاد. اول ببین میخوای خونه بسازی، بعد خونه چند متر مربع است، چند اسکوئر فیته، 5000 اسکوئر فیت، خب اوکی حدودا چقدر بودجه داری، میگه مثلا حدودا چقدر میشه، میگه مثلا پر اسکوئر فیت الان مثلا 350 دلار چقدر الان با من 350 400 بگم مثلا 400 دلار پر اسکوئر فیت دارم، 5000 اسکوئر فیت هم خب میشه 2 میلیون دلار، زمینش هم که خریدی مثلا 1.5 میلیون دلار رو هم دیگه میشه 3.5 میلیون دلار، هو رافلی 3.5 میلیون اوکی نامش کلی. اسکیجولش حدودا چقدر طول میکشه؟ حدودا 18 تا مثلا 24 ماه. ریسکای پروژه چیه؟ که قیمت ها بره بالا پایین، نمیدونم مثلا کمبود کارگر داشته باشه، یه سری چیزا در مورد صحبت میکنه و در انتها آخر سر مدیر پروژه میگه آقا منو میخوای، این رزومه من، اسپانسر تو منو میخوای، خانم اسپانسر، آقای اسپانسر منو میخوای، حوزه وظایف من باید چه چیزایی باشه، چه انتظاراتی از من داری. اگه اونا همش کلیر شد پروژه چارتر میشه و پروژه امضا میشه. پروجکت منیجر از قسمت اینیشیتینگ پروژه رو میبره وارد فرایند پلانینگ میکنه. حالا تو قسمت پلانینگ میان در مورد این صحبت میکنیم، حالا چگونه اسکوپ رو در بیاریم، ریزش بکنیم، اسکیجول رو چجوری ریز کنیم، کاست رو چجوری ریز کنیم، کوالیتی چه استانداردهایی داشته باشه، چه ریسورسی بخوایم بگیریم، چجوری کامیونیکیت بکنیم با هم دیگه، ریسکاشو چجوری در بیاریم، کدوم قسمتاشو آوتسورس بکنیم، تو قسمت‌های پروکیورمنت رو در بیاریم و استیکهولدرامون رو چجوری بتونیم منیج بکنیم که ساپورتیو به ما باشن در طول پروژه. اینم کار قسمت پلانینگ. وقتی که پلان، پس اینجا پروژه چی شدش؟ چارتر شد. خروجی قسمت پلانینگ پراجکت منیجمنت پلانه، هم دیزیگنیشن پی ام پیه که خیلی شبیه شده بهش. پراجکت منیجمنت پلان چیست؟ بایبل و قرآن کاره. اینجا یه میگم مثل بایبل، بایبل کاره، اصل اساسی کل پروژه، اگزیکیوشن پلانه، به دیتیل کل پروژه است تو همه حوزه ها. پروجکت منیجمنت پلان پس درست میشه از قسمت پلانینگ، پروجکت منیجمنت پلان برمیاد. در لحظه ای که پروژه از قسمت پلانینگ میخواد وارد اکزیکیوشن بشه یه جلسه ای برگزار میشه. کی میدونه اون اسم اون جلسه چی بهش میگن؟ بگو افشین. آه تو فارسیش رو بگو چه فرق؟ فاز اجرایی. فاز اجرای همون یعنی اگزیکیوزی چیر روخشت خانم کیکاف آفری با ترس و لحظ میگی به میگن کیکاف کردن یه پروژه یعنی چی؟ از قسمت پلانینگ وارد فرایند اجرای میشه، میگن پروژه کیکاف کرد. حالا پس یه مشکل که پس توی این قسمت هم میشه قسمت. حالا از اینجا به بعد پروجکت منیجر داره اکزیکیوت میکنه و همزمان این پارالل با هم دیگه داره مانیتور رو کنترل کنه، چه هر چیزی که اکزیکیوت میشه باید کنترل هم بشه دیگه، چک بشه آیا همه چیزش درسته یا نه. واحد کنترلی هم داره همزمان با هم دیگه کار میکنه، پس هم اکزیکیوت میشه هم مانیتور کنترل میشه و در نهایت وقتی که تمام دلیوربل ها دونه دونه شون تایید شد میرسیم تو قسمت کلوزینگ که ایشالا پروژه کلوز بشه. سه تا چیز تحویل دقیقه ارگانیزشه و کلاینت ها میشه، یک فاینال پروڈکت، دو فاینال ریپورت و سه لسن لرن هایی که به دست آوردیم، اون دانشی که از این
پروژه به دست آوردیم داکیومنت میشه. این یکی اورگانایزیشن از همون میگیره، این دو تای دیگر رو کی از همون میگیره؟ کلاینت پروجکت اکسپتد یا هر کسی که پروژه رو تحویل میگیره. یادتون باشه ممکنه پروژه رو یکی کی از تو تحویل بگیره؟ اپریشن منیجر. دیدید اینو یاد گرفتید. ممکنه یک کلاینت باشه، ممکنه کلاینت تو اسپانسرتون هم باشه. من بیام میگم مهندس خانم میشه این ساختمون رو واسه من بسازی؟ پولشو میدم میشم اسپانسر، آخر آخرش هم خودم تمیز میکنم، خودم میشم کلاینت. پس تو باشه همه این چیزا میتونید یه نفر چند تا کلاه داشته باشه با آدمای مختلف باشه. پس اینم شد کلیت پروژه. توی محیط اجایل اپروچمون یه شکل دیگه است. چون پروژه کامپلکسه و ما دقیقا نمیدونیم چی کار میخوایم بکنیم، میایم پروژه رو توی قسمت‌های کوچولو 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 تقسیمش می‌کنیم. تو هر کدوم از این چرخه‌های کوچولو که بهش میگن اسپرینت یا بهش میگن ایتریشن، توی هر کدوم از این چرخه‌ها تیکه 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 می‌بریم شلو. مثلا چی؟ آقا من می‌خوام یه وبسایت درست بکنم. روز اول که نمی‌ام یه دفعه بیام همه شروع بکنم کدنویسی بکنم. بگم آقا رضا جان می‌خوام یه وبسایت مثلا درست بکنم. البته بعضی از این ایرانی‌ها بعضی هم که بلد نیستم وبسایت بسازم همجوری خیلی کلا میره سرشون، میگم آقا بیا اینجا من بعد یه وبسایت بسازم، تو بگو چی میخوای، یه بگو یه وبسایت این شکلی، میگم برو پس دنبال کارت من بعدا میسازم میام بهتره. بعد تا اپروش غلط، تا اپروش ویس اف مانی اند انرژی اند اوریثینگ. چیکار باید بکنن تو این داستان؟ میگه آقا جون، آقای رضا خان شما میخواید یه دونه وبسایت بسازید، اوکی، آیا برندینگش انجام شده؟ میگه نه. میگه بس برندینگش اول انجام میدم، چند تا ایتریشن این کار رو انجام میدم تا شما آخر سر تایید بدی که آه این برندینگ اون چیزی که میخواد، رنگش خوبه، لوگوش خوبه، همه چیز خوبه. میگه اوکی. بعد از اون من میام واسه مین پیج تو مثلا صفحه اصلی تو میسازم، بعدش به ازت میپرسم، میگم مثلا شاپ آنلاین هم میخوای یا آنلاین شاپینگ؟ آره میخوام. میگه مثلا آیا گالری هم میخوای واسه پروژه‌ای که انجام بدی؟ اوکی. هر چیزی که میخوای تیکه 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 فیچر به فیچر هی اضافه میکنیم. این چرا خوبه؟ کلاینتتون به سرعت میتونه نتیجه رو ببینید. یعنی شما هر دو هفته میتونید نتیجه رو ببینید، برخلاف اون تو پروژه پردیکتیو. یا آقای دانیال خان میاد میگه که آقا من میخوام محمد بیام یه دونه خونه تو خریداری بکنم. میگم اوکی، یه خونه رو نگاه بکن، سیمیولیتش بکن، دقیق بهش میگم آقا اون دو سال دیگه چه خونه ای به تعبیر میدم، اینو بهش نشون میدم، میگم خوبه؟ میگم بس اینو بنویس، پولت هم بنویس به حساب، برو دو سال دیگه بیا. آقا من به فیدبک تو احتیاج دارم؟ نه، تو سیستم واترفال چون همه چیز مشخصه، قراردادی و بر اساس اون داکیومنته. توی سیستم اجایل این شکلی کلاینت محور، آخر آخرش من چی میخوام؟ customer satisfaction، کلاینت هم باید happy باشه. پس اگه رضا اومدش اینجا تو دور اول، من اومدم یه دونه لوگو درست کردم، گفت دمت گرم خیلی خوبه، رفتیم جلو، بس سه تا iteration، نه سه تا مثلا دو هفته سه تا سه هفته سه هفته سه تا چهار هفته هر جوری که ممکن فکرشو بکنی بهش گفت محمد من راستی اون لوگو رو دیدم، الان نگاه میکنم دیدم به درم نمیخوام. میگم با دل خوش میگم باشه چشم، چنجش میکنم انجامش بدم. آیا شما میتونید برید تو محیط پردیکتیو چنج بزنید این شکلی؟ پوست آدم میکرد، بعد پول هزینهش رو بدید، پای اون دیلش وایسید، کلی درد سر داره. هزینه های چنج در پروژه های پردیکتیو فوق العاده است، توی پروژه اجان خیلی بهتر. در حقیقت تو محیط اجان ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم یه نکته انگار یه قله میریم مثل تیم کوهنوردی و همه موضوع تیمیه. به جای که اونجا پروجکت منیجر نماینده اصلی همه چیز باشه، تو اینجا یه کار تیمیه، همه به همدیگه وصلی. اگه پروجکت منیجر که اون نفر اول صف هستش یه جا بره زیر پاش خالی بشه، نفرای بعدی جاش میگیرنش میارنش، میگن یه پله میام عقب، دو تا قدم میام عقب، همه تیم دوباره نجات پیدا میکنه و دوباره میرن جلو. آیا میدونیم به کجا دقیقا باید برسیم؟ نه. آیا راهمون دقیقا میدونیم؟ نه. با همدیگه میریم جلو تا ببینیم چی میشه. توی اینجا یک سری ولیو هایی وجود داره که ولیو هاش یادتون باشه ولیو توی پروژه نان نگوشیبل، نمیدونم اینو دارم توی اسلاید بعدی یا نه، و دیل بریکر. اگر بهترین آدمم باشی ولیو های پروژه من رو رعایت نکنی باید بری بیرون. علی کریمی هم باشه تیم میزنه که
درسته؟ بهترین و تکنیکی ترین و همون هر چی که شما بگید خود بهترین ولیوی من رعایت نشه باید تیم بده. ولیو ها نگوشیت ندارن، کسی با کسی نگوشیت نمی کنه سریع و دیل بریکن ما شد تموم. اوک بیا پس ببینیم حالا چه پروژه ده. یه development approach داشتیم که پروژه predictive بود، هایبرید بود و اجایل. حالا توی ساختاری که project life cycle میخواد تعریف بشه ما توش چهار جور پروژه داریم. دوباره سرحداش همون است. predictive گول پروژه predictive چیه؟ بذارید برمی یه ذره بزرگترش بکنم که راحت تره. گول پروژه predictive چیه؟ منش کردن کاسته. به خاطر این وقتی میخواد به توی پروژه پردیکتیو میخواد چیز بکنه میگه قیمت چند. درسته؟ اول چیزی که میگه قیمت چند. چرا؟ چون it's all about money. توی این ریکوارمنت ها فیکسه، نمیتونی ریکوارمنت ها رو عوض کنه. دلیوریش یه بار انجام میشه، اولش که خونه میخواید دو سال دیگه باید بیا همونجا یه بار کلید رو بهت میدیم و سلام آمد. توی پروژه های اجایل کاستومر ولیو خیلی مهمه، آخرسته کاستومر ساتیسفکشن مهمه. به همین علت ما توی از اینجا از پردیکتیو به اجایل یه مسیری داریم. اول اینه که پروژه های ایتراتیو رو بشناسیم و پروژه های اینکریمنتال. من اینا رو بعدا براتون توضیح میدم ولی یادتون باشه کلا ایتراتیو ها چیست که داخل یک حلقه میفته پروژه و نهایتش اینه که یک سلوشن برامون بده، یک راه حل برامون بده. مثل چی؟ میخوام یه سرم بسازیم، میخوام برای کووید یه دونه واکسن بسازیم، چیکار باید بکنم؟ من میدونم چیکار بکنم. نه، پروژهش ایتراتیو میبرم جلو، میندازم توی حلقه، انقدر انجام میدم تا شاید بتونم سلوشن رو در بیارم ازش. ممکنه موفق نشم بعد. تو پروژه های اینکریمنتال چجوریه؟ آقا من یه پروژه دارم، فرض بکنید من میخوام برم یه دونه گلدون درست بکنم و این گلدونم قرار روش رنگم بخوره، 1000 تا از اینا میخوام تولید بکنم. میگم برای سرعت بخشیدن به کار من پروژه رو اینکریمنتال میکنم. اولا که 100 تا 100 تا 100 تا تحویلش میدم به جای یه دفعه بخوام 1000 تایی تحویلش بدم. و تو این قسمت فراینده ها این شکلی، یه دور خود کوزه رو درست میکنم 100 تا، نمیام یه دفعه 1000 تا کوزه درست بکنم بعد بگم حالا 1000 تاش رو رنگ میکنم. میگم 100 تا رو درست میکنم، میفرستم تو واحد رنگ، بعد دلیورش میکنم. در این حال که داره تو واحد رنگ هستش 100 تای دیگه هم تولید میکنم. این شکلی این پارالل با هم دیگه دارم چندین کار انجام میدم و سرعت پروژه رو بالا میبرم. پروژه‌ای که هم اینکریمنتال باشه، یعنی تیکه 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 باشه، هم داخل حلقه دنبال سلوشن باشه، رو دوتاشون رو هم دیگه بهشون میگن اجایل یا پروژه‌ای اداپتیو. 80% محیط امتحانیتون باشه، 70% محیط امتحانیتون به اجایل رفت داره، اصلا دنیا داره به سمت اجایل. تو امتحان پی ام پی هم حدودا 80% امتحانتون امتحان اجرایی. خب حالا نگاه بکنید پروژه اجایل توی چی تعریف شده؟ میگه آه پروژه کلاسیک از سیمپل هست تا کامپلیکیتد. مثلا های رایز رو بهش میگن کامپلیکیتد. پروژه های کامپلیکیتد تا کامپلکس رو بهشون میگن چی؟ اجایل. یادتون باشه simple, complicated و complex. بدونید complicated, complex و complicated سختیش بیشتر، چون بعضی اینو نمیدونید. وقتی که میگیم که complex یعنی چی؟ یعنی چه چیزی رو فرق داره؟ آقا نوع implement کردن و اجرا کردنش برامون نامشخصه، اصلا نمیدونیم با چکار کنیم. requirement های این پروژه هم برامون نامشخصه، اونم نمیدونیم. خیلی هم مواردش باید سعی و خطا بکنیم تا به دستش بیاریم. پس پروژه ها دیگه، پروژه ای که ریکوارمنتش کلیر باشه، ایمپلیمنتیشنش نون باشه، کاملا شناخته شده باشه، میشه پروژه سیمپل ساختمون ساز.
شما از روز اول آخرین پیچ و مهرهای پروژه ساختمون رو میتونید سیمیولیت کنید، درسته؟ کاملا کلیر واضحه که باید چیکار کنید. اوکی، ولیو چیست تو داخل پروژه؟ دیل بریکر و نان نگوشیبله. توی اینجا توی ولیو هایی که میخواد تعریف بشه، پس یادم باشه کالچر سازمانی ولیو ها رو برامون مشخص بکنه و پروژکت منیجر کسی هستش که انفورسش بکنه. چون پلیس داستان. خب توی این قضایه توی سازمان های مختلف که میدید یه سری گراند رولز دارن، گراند رولز دارن. مثلا میدید توی یه جایی مثلا میگن که آقا ما یه چیزایی برام مهمه، یه سری چیزا برام مهم نیست. مثلا چی؟ مثلا من اولین باری که تو شیپیارد هالیفکس و مسکو شیپ رفته بودم، من اولش نوشتم آقا توی این محیط اف ورد میگم اگه دوستانه وارد نشه. مثلا اینجوری محیط کارو میشه. توی یه سری جا میرید، مثلا توی مثلا چه میدونم مثلا گوگل بهت نگاه که بهت میگه آقا ما ریزالت اورینتدیم، هر ساعتی دلت خواست کار بکن، هیچ نوع درس کودی نداریم، هر نوع لباسی دلت خواست بپوش، خواستی با پیژامه بیاد، خواستی با کچلوار بیاد، برام فهم. یه جای دیگه هست میرید توی دونه لا فرم بهتون میگه آقا حتما باید سود تنتون باشه، حتما با کچلواری برید، حتما باید لباست مثلا موقر و پراپر بپوشید. اونا همون ولیو هایی هستش که اعمال شده توی یه سری قواعد. توی این قضای ولیو ها ما باید پروفشنالی اکت بکنیم و هیچ موقع اکس برای اکسپشن نکنیم. آه میشه حالا من یه بار حالا این کار بکنم، میشه حالا یه روز به چه که کچلوار بپوشم امروز مثلا با شوالی پاشم بیام، نمیشه. اصلا نباید بپرسی چون پروفشنال نیست. ممکنه به حرفی نزنم ولی خب دیگه بحث این هستش که دیگه آخر سره خودتون ببینید با مواردش که باید مواجه بشید بده. خب اوکی، توی این کلاس، کلاسی که دقیقا برای کلاس CAPM هستش، من یه سری رولز هایی گذاشتم، گفتم مثلا زوم باید حتما اینستال بکنید، تلگرامتون رو بذارید توی کلاس با دوربین روشن بیاید و بقیه قسمت های دیگه. یا حالا اگه خواستید این جلسه رو این رولز ها رو یه دور دیگه نگاه بکنید، توی گروه کلاسی تو رو براتون گذاشتم که انشالله این گراند رولز رو رعایت بفرمایید. ایم این کلاس و گول این کلاس با توجه مثل اون پروژه که تعریف کردیم که ما توی یک دوره موقتی یه استارت و فینیشی داریم و با هم دیگه داریم کار میکنیم، من با عنوان مدیر پروژه این کلاس دارم بهتون یه سه چیزا میگم. یک، ایم این کلاس چیه؟ من بهتون لنگویجی که نیاز دارید، پروفشنال لنگویجی که تو محیط پروژه دارید و بهتون یاد میدم، همونجوری ترما رو دقیق دونه دونه براتون تو ذهنتون جا میندازم که بتونید راحت بتونید کار بکنید. فرایندهای دیسیژن میکینگ پروسس رو بهتون میگم، پروجکت داکیومنت ها رو اونایی که نیاز دارید استفاده تعیناست دونه دونه باز میکنیم و عملی بهتون یاد میدم و بهتون چیز میگم که وقتی میخواد بهتون محیط کار سورپرایز نشید. روز و ریسپانسیبیلیتی پروجکت کوردیناتور کاملا براتون کلیر میکنم و ان شاءالله اگه کسی دوست داشت که آخر سر امتحان سی پی ام بده میتونه از این دوره استفاده بکنه واسه الیجیبیلیتی که سازمان پی ام آی میخواد ازش میتونه از استفاده بکنه. من یه تو این دوره خیلی جاش بهتون نکته هایی میگم که رزومتون رو چجوری با عنوان پروژه کوردیناتور آپدیت بکنید. برای نتورکینگ پروفشنالتون بهتون یه سری راههایی بهتون میگم. این CAPM یک بالاخره یک گلوبالی ریکگنایز سرتیفیکیت، رزومتون رو حتما روش میده و این کمکتون میکنه که شانس جاب گرفتنتون زیادتر بشه. حتما کمکتون میکنم که تو اینترویو ها چیا بگید، چجوری اصلا تو اینترویو ها با عنوان پروجکت کوردیناتور حتی ماک میکنید با همدیگه که بتونید تو قسمتاش بدونید که اصلا با چیکار بکنید. 4 هفته هم اپرنتیسشیپ وجود داره که حالا کسانی که هنوز کار شانس اینا نشن که تو کانادا بتونن کار بکنن، بتونن برن توی جتی محیطی کار بکنن و ایشالله اگر که بتونن موفق عمل بکنن تو همجا استخدام بشن. 3 تا کتاب هستش که من سعی میکنم کاورش بکنم، کتاب پی ام باک ادیشن 6، کتاب اجل پرکتیس گاید و کتاب پی ام باک ادیشن 7 که دقیقا این روح درون کلاسه که دقیقا همه قسمت ها هست. اسپسیفیکلی خود کلاس کتابشو دست نمیدم ولی مواردی که نیاز باشه از اون قسمت استخراج کردم به تو درس میدم. اینم کل این داستان. خستم نباشید، داشت من زن طولانی هم صحبت کردم، دارم که این جلسه مورد نظر تو قرار گرفته باشه. اگر که سوالی موضوعی چیزی هستش بهم بگید،
که من در خدمت هستم و میتونم جواب سوالاتون رو بدم. کسی سوالی داره؟ جوانس، واسه خود این امتحان CAPM باید این سه تا منابع رو بخونیم کامل یا من اگر که ویدیوهای منو کامل کامل ببینید و تو کلاس حضور فعال داشته باشید، سه تا جلسه هم آخرش با تو فقط تست کار میکنم، همین که بکنید راحت بید امتحانش آخرش قشن تست کار میکنید، دویدون میخورید، مارک تست داریم، بزنید قشن مطمئن باشید، با کانفیدنس بالا برید سر جلسه امتحان بکشید. مرسی آ من استادم بهم نگه، من واقعا اصلا استاد هم محمد خالی بگم، اصلا من اصلا ایگو استاد و این حرفا رو سال هاست که ردش کردم دیگه، اصلا من استاد هیچ کس نیستم، اما محمد خالی کامل من در خدمتم جون. حالا مهندس بگیدم هستم، اما دیگه مهندسی هم دیگه نمی کنم دیگه، اونم سال هاست دیگه پی انجام دیگه سال بعد جون. مثلا این فایل پاورپوینت هم میتونیم داشته باشیم؟ پاورپوینتش به دردتون نمیخوره، من پاورپوینت کلا به هیچ کسی نمیدم، ولی کلا پاورپوینتش به دردتون میخوره. یه چیز به دردتون میخوره، همین ویدیوها. من این ویدیوها که بهتون میدم و بعد چندین بار گوش بکنید تا تمام مسئولیت کاملا حالا الانش نگاه کنید. جلسه خیلی جلسه ساده ای بوده شا. وقتی میرید تو جلسه دیگه یه دفعه ببینید، مثلا توی جلسه شاید 100 تا 150 تا کی ورد جدید میشه که اصلا تا حالا نشید. مثلا تو حوزه ریسک، تو حوزه پروکیومنت، امور قراردادی میخواد در مورد صحبت کنه، خیلی موضوعاتی که ممکن اصلا بلد نباشید. با تمید همین روی خود همین ویدیو رو چندین بار ببینید. من آدیو این دقیقت جلسات رو هم براتون میذارم که مثل پادکست وقتی دارید کامیوت میکنید بذارید گوشتون چیز بکنید، حالا بعد با صدای من یه چند وقتی بشنوید دیگه، ولی خب دیگه حالا دیگه به بزرگی خودتون ببخشید، یه ذره گوش بکنید که تو ذهنتون جا بیفته، چون چند بار گوش بکنید خیلی راحت ده. من حتی به نظرم نیازی به کتاب خوندنم نداره، ولی کتاب پی ام با که ادیشن 6 رو یه قسمتش هایلایت کردم، حتما به تو توصیه میکنم یکی دو بار نگاه بکنید که ببینید دقیقا چی به چی هستش، ولی با همین کلاس راحت قبول میشید. آقا محمد، من خواستم ببینم این مدرک CAPM برای پوزیشنی که مکانیکال اند الکتریکال کوردینیتور تو جاب مارکت من زیاد دیدم، چون بک‌گراند مکانیکم دارم، خواستم ببینم برای اونم یه مزیت هستش. هر کوردینیتور دیدی که قشن نمیشه بود سرتیفاید اسوسییت پروجکت منیجر، کسی که کمک دست مدیر پروژه است. پروجکت کوردینیتور همشون کمک دست حتما هست. و یاد باشه این کلاس، حالا سرتیفیکیتشو بذار کنار، لنگویج تو جوری میکنه که تو جلسه که میخوای بری بشینی با چهار تا مدیر صحبت کنی بتونی اندازه اونا صحبت بکنی. میدونی چیه؟ وقتی میخوای نگو منیجمنت لول با سیستم های تکنیکال خیلی فرق میکنه، لنگویج مدیریتی با لنگویج مهندسی این حرفا خیلی فرق میکنه. به همین علت وقتی دارید میاد تو این یه کلاس دیگه است، هیچ مدیر تمام انجینیرها تمام اعضای تیم زیر نظر مدیر پروژه، مدیر دیگه میدونی تو داری میتونی منیجمنت لول نوع رفتارش، نوع برخوردش، نوع این چیزاش اصلا فرق میکنه. بخاطر این من بیشتر به لنگویجتون تمرکز میکنم، چون اینترویوتون اون سافت اسکیل کامیونیکیشنیتون اونه که ایوالیویت میشه، اونه که اسس میشه. من چهار تا از تکنیکال هم ازت میپرسم، و دوستان میدم کانفلیکت رزولوشن هم بلدی، بعدی با کلاینت هم صحبت کنی، اصلا داکیومنت های پروژه هم میشناسی، بلدی چهار بار من میخوام دستتو بگیرم میخوام با تو برم جلسه، بلد باشی تو جلسه با من چجور رفتار بکنی، اینا مسئله است. نکه حالا با اون سیمه رو وصلش بکنی یا نمیدونم لوله رو بشناسی، موضوعات تکنیکال رو بشناسی که باید بشناسی، پارت کارت اون باید بدونی. اینجا داره اون لنگویج رو میده اضافه میکنه. دیگه چی دوستان؟ دیگه بسیار خوب دوستان، خیلی خیلی خوشحال شدم. اگه که دوست داشتید تو این کلاس ثبت نام بکنید که دیگه ریکوردش که ما میذاریم، این جلسه هم توی یوتیوب هم میذارم، و ایشالله که خوب و خوش باشید، آخر هفتهتون هم خوش بگذره، لانگ ویکند هم سسایی بهتون خوش بگذره، مراقب خودتون باشید، خدا بزن.